بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم ومنكريهم إلى قيام يوم الدين. تنها یک بار از اول خلقت تا کنون خداوند در مراسم ازدواج و عروسی خودش هم امر فرموده هم بالاتر از امر عملا در همه مراحلش دنباله ماجرا و پیگیری داستان رو خود پروردگار درش حضور داشته و این حرف کوچکی نیست. یکی از امور متداول بین انسان هاست مسئله ازدواج، اما نه تنها انسان‌های عادی بلکه انبیا ازدواج کردند. حتی خود آقا رسول الله ازدواج کردند. از طرف پروردگار امری و در آسمان‌ها خبری و در زمین داستانی متصل به اوامر خدا نمی‌بینیم. این ازدواج یک حساب دیگه، یک پرونده جداگانه و نتیجه و کوثر و ثمره ای که بر این بار شده اونقدر پیش خداوند اهمیت داشته که اگر ما تعبیر این که بگیم خدا در این عروسی شرکت کرده تعبیر دور از واقعیتی نیست، البته به عظمت خدایی خودش، نه اینکه مثل ما شرکت کرده. خب برای اینکه در این زمان محدود بشه چند جانب از جوانب این مسئله رو روشن کرد، هر عروسی از چند بعد تشکیل میشه. یه بعدش خبر و بشارت و منتشر کردن خبر اون ازدواج و عروسیه. یه بعدش تو هر عروسی مهریه اون عروسیست که باید پرداخته بشه. یک جهت دیگر مسئله جهیزیه عروس است. در بعد دیگر داستان و جشن عروسیه. حالا ما در نگاهی که در زمین اتفاق افتاد رو کنار میگذاریم امشب، فقط ببینیم خداوند در همه این مراحل چگونه در هر موردش مطلب تازه ای رو به مردم عالم اعلام کرد.
و در هر مورد خاصش دستور خاصی به ملائکه‌اش داد، بشارت. خواستگارا می اومدن، آقا رسول الله رد می کرد، تا اینکه ازدواج با امیرالمؤمنین سلام الله علیه امضا شد و تمام شد. بعد از اینکه تمام شد، خواستگارایی که جواب رد شنیده بودن معترضانه آمدن که یا رسول الله، چرا علی رو بر ما ترجیح دادی؟ اگه مال دنیا بگی مال ما بیشتره. هر کسی یه چیزی که از شؤون دنیا داشت به رخ پیغمبر کشید. حالا پیغمبر چه پاسخی فرمود؟ بماند. فرمود در اون روزگاری که خلقت نورانی ما بود، ازدواج علی با فاطمه به امر مستقیم خدا تمام شده بود. یعنی این مسئله ای نیست که صبح اول صبح یه خواستگاری پشه بیاد در خانه پیغمبر رو بزنه بگه من آمادم که با دختر شما ازدواج بکنم. مسئله فراتره، هم از نظر زمان، هم از نظر اینکه خدا خودش جلو جلو رفته به خواستگاری، خودش رفته برای داماد خواستگاری کرده و بعد خودش هم امضا کرده تموم شده. دیگه وقتی یه موردی تمام شده برای چی بلند میشید میاد برای خواستگاری؟ خدیجه صدا زد، یا رسول الله، الجنین الذی فی بطنی یکلمنی. پیغمبر صدا زد، خدیجه الان جبرئیل نازل شده به من امر میکنه زوج نور من النور. کی؟ فاطمه در رحم مادر هنوز به دنیا نیومده. زوج نور من النور، کی؟ علی من فاطمه. همینطور مرحله به مرحله، یه مرحله تو اون عالم نورانیت، یه مرحله تو این عالمی که هنوز فاطمه زهرا به دنیا نیامده. حالا احادیث و نمونه هایی در این باب خیلی زیاده، من فقط یه چند موردی که به هر قسمتش مربوط میشه برای شما میخونم. وقتی که داستان ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا مطرح شد، امضا شد، تمام شد، سکوتها رضاها، دنبال این قضیه خدا دستور داد. به کی دستور داد؟ دستور داد به یه ملکی به نام سرسائیل که با 70,000 ملک برید خدمت پیغمبر. خدا دستور داد به یه ملکی به نام اسماعیل با 70,000 حوریه برید خدمت پیغمبر. خدا دستور داد به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل با خیلی ملائکه برید پیش پیغمبر. این همه ازدواج مبارک مورد توجه خدا تو دنیا اتفاق افتاده. نداریم همچین چیزی. برای چی برید؟ برید بگید خدا ما رو فرستاده تا این ازدواج رو به خدمت شما تبریک بگیم. چی بزرگ ملائکه دارد؟ 70,000 ملائکه هستن که خدا اینا رو خلق کرده. اینا هرگز سر از سجده بر نداشتن، دائم تو حال سجدن. یک بار تو عمرشون سر از سجده برداشتن، دوباره سر به سجده گذاشتن. که در روز ازدواج صدیقه طاهره خدا یک آن به اینا گفت الان باید از سجده سر بردارین، الان یه لحظه ناظر باشین تو آسمونا برای ازدواج صدیقه طاهره چه خبره. تو اون مراسم که خواهیم گفت شرکت کردن، دوباره سر به سجده گذاشتن. خب ببینید، وقتی آقا رسول الله، امام صادق، امیرالمؤمنین این حدیث رو برای ما میفرماین، ما افتخارمون اینه که دین ما دین افسانه و این حرفا نیست، کلام معصوم تو عمق اعتقاد ماست.
یعنی وقت امام صادق میفرماید 70,000 ملکی بودند که همیشه تو سجده بودند، فقط تو ازدواج فاطمه زهرا سر از سجده برداشتن، دوباره سر به سجده گذاشتن تا بی نهایت، ما در این کلمه یه نقطه شک نمی کنیم. اما خب حرف سر اینه که امام صادق با این نقل این داستان چی میخواد به ما بفرماید؟ خب این اتفاق تو آسمون افتاده، گفتن این به ما توسط امام علیه السلام یه چیزی رو میخواد حالی ما کنه، میخواد بفرماید بابا فاطمه حسابش پیش خدا با همه چی فرق داره. 70,000 ملکی که همش تو سجدن، یه بار باید صدر سجده بردارن، اونم که یه موقع ازدواج فاطمه، تو عروسی فاطمه، معلومه که خیلی خیلی عزیز پیش خدا که یک بار سر از سجده برداشتنشون موقعی است که منتسب به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب خدا این ملائکه ها رو فرستاد که بیان خدمت پیغمبر تبریک عرض کنن، خبر ازدواج رو بیارن. یک حریری، یک کاغذ و نوشته ای تو این حریر جبرئیل تقدیم پیغمبر کرد. پیغمبر سوال کرد جبرئیل این چیه توی این حریر؟ یا رسول الله، خود خدا قباله ازدواج فاطمه رو به امر کن فیکون دستور داده نوشته بشه، خدا تو این حریر بهشتی گذاشته، به ما ملائکه گفته دست جمع مأمورید که این قباله رو ببرید تحویل پیغمبر و علی و فاطمه بدید. اینم قباله این ازدواج. کجا پیدا میشه یه همچین قباله؟ کجا پیدا میشه یه همچین دفتری که ثبت کننده یه همچین ازدواج عظیمی باشه؟ اینا رو خیلی تند داریم رد میشیم، ولی وقتی ائمه ما اینا رو میفرماین، یعنی آی شیعه حواست هست که با کدوم فاطمه سر و کار داری؟ حواست هست اگه گفتیم روز قیامت هر کسی یه نخ از چادر فاطمه رو بتونه به دست بیاره رفته تو بهش، یعنی چی؟ این فاطمه است، این خبر است. خب مهریه فاطمه مطرح شد، همه شنیدین 500 درهم، اونم قیمت زره امیرالمؤمنین، اونم زرهی که خریدارش خود جبرئیل بود. اومد مقابل پیغمبر، یا رسول الله مهریه‌ای که من دارم دار و ندارم و حاضرم بدم، یه اسب دارم، شمشیر دارم، زره دارم، از اینجور چیزا. پیغمبر فرمود علی جان اسب لازمه برای جنگ، شمشیر رو لازم داری، اما زره تو پشت به دشمن نمی کنی، زره رو بفروش برای مهریه. زره رو دست گرفت آورد بفروشه، تو راه خدا جبرئیل رو فرستاد زره رو از علی بخر به 500 درهم، خودش جلوتر زره رو آورد داد به پیغمبر. امیرالمومنین با پول اومد تو خانه، صدا زد یا علی چیکار کردی؟ فروختم به 500 درهم. خب ببینم 500 درهم رو بده، اینم زرهت. از کجا اومد؟ جبرئیل از تو خرید. اصلا حساب فرق میکنه، همون 500 درهمش هم از این 500 درهم ها نیست. جبرئیل میاد و یه همچین چیزی که مهریه فاطمه از خریداری میکنه. حالا این تازه تو ظاهر قضیه است، تو امر دنیاست، اما از اون طرف صدا زد یا رسول الله، یا ابتا، همه 500 درهم مهریه من به این راضی نیستم. نه یا فاطمه، از همون اولش هم ما متوجه میشیم که یه چیزی میخوایی بگی، و الا شما خیلی بالاتر از این هستین که تو مال دنیا بخواین حرف بزنین. از طرف پروردگار خطاب اومد، خمس و دنیا مهریه تو قرار دادم. جبرئیل اومد، ببینید سر یه مهریه اینقدر بگو مگو نشده تا حالا. جبرئیل رفت برگشت، یا رسول الله به فاطمه بگو بهشت رو مهریه تو قرار دادم. خوبه فاطمه جان، میفرد جبرئیل خبر آورده که بهشت رو مهریه تو قرار دادیم، راضی شدی؟ نه یا رسول الله. پس چی کار کنیم؟ خودت بگو مهریه رو. یه خدا از بهشت بالاتر چی نداشت، اینم داد دیگه.
چی میخوای؟ یا رسول الله شفاعت گناهکاران از شیعیانم رو میخوام. به به چه خبر خدایا. سر عروسی ببین چی داره میگه. سر عروسی و مهریه، مهریه رو چی تعیین میکنه؟ جبرئیل رفت از طرف خدا، این دفعه فقط پیغام نیاورد، یه کاغذ هم آورد. خدا نوشته مهریه فاطمه رو من خدا قرار دادم شفاعت همه گناهکاران از شیعیان فاطمه، که روز قیامت وقتی میاد همه رو با این ورقه‌ای که از خدا داره شفاعت کنه. راضی شدی فاطمه جان؟ بله یا رسول الله، دیگه راضی شدم. اینم بساط مهریه فاطمه است، اینم گفتگوها بر سر اندازه مهریه فاطمه است. یه صلواتی مرحمت کنید. خب جهیزیه زهرا، خب همه شنیدید که با اون 500 درهم رفتن چی خریدن؟ یه مشکی و یه دستاسی، و که فرمود که زیرانداز ما یک حصیری بود که اتاق رو پر نمی کرد، شبها روش می خوابیدیم و روزها شطورمون رو روی اون حصیر یا روی اون پوست گوسفند علفا رو می ریختیم که اون بخوره. این چیز ظاهر دنیا. حالا بشنو ببین تو عالم بالا چی میگذشت. راستی آدم اینا رو که میشنفه بال در میاره، یه خدای من آخه کیم، ما چی هستیم؟ اگه اینه فاطمه، ما رو در کدوم خانه خدای آوردی؟ ما که عقلمون نمیرسیده، خودت دست ما رو گرفتی آوردی. چه خبره؟ جبرئیل صدا زد یک بارهای شطوری که انتهاش دیده نمیشد در بهشت دیدم در حال حرکته. پرسیدم اینها چیان؟ گفتن اینا جهیزیه فاطمه است. عجب، خدا تو عالم بالا داره جهیزیه فاطمه رو میبره. حالا جهیزیه فاطمه چی هست؟ رفتم جلو، از بار این شطورا هر شطوری 1000 کتاب روش بار بود، که هر کتابی 1000 نوشته توش بود، که هر نوشته ای یکی از فضائل علی ابن ابی طالب. اینم جهیزیه فاطمه، اینم جهیزیه که خدا برای فاطمه زهرا را انداخته تو قیامت، توی عالم بالا، توی بهشت، توی اون جایی که ماها چشممون نمیبینه. شب عروسی شد، در شب عروسی لباس بهشتی آمد. چجوری آمد؟ در شب عروسی فاطمه زهرا لباس عروسی خودش رو داد به فقیر. همه شنیدیم یا فاطمه اقلا اون لباس خونگی رو میدادی، چرا لباس عروسی تو دادی؟ خدا فرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اونی که آدم دوست داره باید بده به فقیر. خیلی خوب، یه مرتبه از طرف پروردگار لباس آمد برای فاطمه. چی اومد؟ جبرئیل از طرف خدا، بعضی روایات داره رضوان از طرف پروردگار، رئیس کل بهشت، یک سندس سبز بهشتی با 2 بازوبند نقره برای فاطمه به عنوان لباس شب عروسی آوردن، بعد از اینکه لباسش رو داد به فقیر. اینم لباس عروسی. سراغ دارین یه لباس عروسی اینطوری خدا برای کسی فرستاده باشه؟ خب اینم یه بعد عروسی استثنائی فاطمه. وقتی عروس رو میخوان از خانه و از خانه پدر به سمت خانه داماد ببرن، خب سوار بر اسب فاطمه یا بر قاطره، به هر حال با اون وضعی که می بردن، خدا به جبرئیل، به میکائیل، به اسرافیل، یعنی بزرگان ملائکه، دستور داد همه شما فی 70,000 ملک با 70,000 از ملائکه برید. برید چکار کنید؟ خیلی دقیقه ها، اگه اینجوری نبود امام علیه السلام به این دقت به ما نمی فرمود.
یعنی عیناً اینطوری شده. چطوری شده؟ خدا به جبرئیل گفت تو باید بری افسار مرکب فاطمه رو تو دست بگیری. به میکائیل گفت تو باید رکاب مرکب فاطمه رو تو دست بگیری. و به اسرافیل گفت تو باید زین اون مرکب فاطمه رو نگه داری. یعنی چی این حرفا؟ یعنی اینا همه خدمتگزار فاطمه، یعنی همه اینا افتخار میکنن به خدمتگزاری فاطمه. یعنی تو شب عروسی که شبیست که به هر حال ظاهر امر دنیاییه، خدا بازم این بزرگان ملائکه رو فرستاده که باید برید و این منصب شماست، گرفتن افسار اسب فاطمه حق شماست در مقابل فاطمه، حد شماست در مقابل زهرای مرضیه. خب اینم یه جلوه آسمانی. حالا همه اینا یه طرف، تو آسمونا چی میگذشت دیگه اصل مطلبه. روایات متعدد داریم که جالب اینه این روایات رو در کتب اهل سنت هم هست که در شب عروسی حضرت زهرا خدا به جبرئیل گفت در همه آسمون‌ها جار بزن که تمام ملائکه، حتی تعبیر اینه، تو هر شغلی که هستن، تو هر کاری که خدا اونها رو مأمور کرده و تو هر ذکری هستن، تو هر نمازی هستن، باید کارشون رو رها کنن و همه بیان کنار بیت المعمور جمع بشن. تا حالا خدا تو تمام روایات نداریم که یه همچین دستوری به ملائکه داده باشه. حتی تو بعثت پیغمبر نداریم همچین چیزی. تو تولد پیغمبر نداریم همچین چیزی که دستور بده همه ملائکه. چون میدونید روایت داریم که ما خلق الله شیئاً اکثر من الملائکه. خدا از نظر تعداد هیچی رو به اندازه ملائکه خلق نکرده. تعدادشون از انسان‌ها، مثلا از جنات، از حیوانات، از نظر تعداد از همه بیشترن. حالا خدا به همه ملائکه هر کجا که هستن دستور داد همه باید تو بیت المعمور جمع بشن. این از ملائکه. و دستور داد حورالعین و غلمان بهشتی همه جمع بشن. از این طرف دستور داد به درخت طوبی ان تحمل الحلی و الحلل. درخت معمولا میوه میده دیگه. درخت معروفه به این که حالا چه میوهی مهم نیست، میوه میده. دستور داد که باید در و یاقوت و زمرد و از این حرفا از این شاخه های شما به عنوان میوه آویزون بشه. برای خدا که کاری نداره که، هر شکلی که دستور بده همون میشه. درخت طوبی رو دستور داد تو تمام آسمون‌ها شاخه هات رو ببر بالا. این جواهرات هم ازش آویخته است. توی همچین حالی دستور داد حالا انتنثره، حالا این جواهرات تو بپاچ و بریز بر سر این جمع حورالعین و ملائکه‌ای که جمع شدن. فکانت تلتقت، این حورالعینا شروع کردن جمع آوری این نقلی که تو عروسی فاطمه خود خدا دستور داده پخش کنن. فرمود اینا این دانه های جواهر رو نگه می‌دارن الا یوم القیامه تفتخر به. هر حورالعینی افتخارش اینه که من از جواهرات عروسی فاطمه برداشتم. وقت روایت امام صادق می‌فرماید که هر کدوم بیشتر برداشته بر اون یکی افتخار میکنه که من بیشتر برداشتم. حتی تا اینجا، یعنی من تو عروسی فاطمه از نقلی که از درخت طوبی بر سرمون بارید که جواهرات بود، من مثلا 10 تا برداشتم، تو 5 تا برداشتی، این افتخار منه که 5 تا از تو بیشتر برداشتم. خب این مال حورالعین. دستور میده به ملائکه آماده باشین. برای چی آماده باشین؟ در اونجا دستور میده راحیل ملک از طرف خدا بره بر فراز منبری از نور. اونجا داستان و مسئله ازدواج فاطمه زهرا رو از طرف پروردگار اعلام کنه. یک خطبه میخواند لم یسمع به مثلهی احد. هیچ احدی همچی خطبه نشنیده. ملائکه گوش کنندشن. عروسی مال زمینه، مال آدمیزاده، ربطی به ملائکه نداره. خدا هم تا حالا توی عروسی ملائکه رو شرکت نداده، اما تو عروسی فاطمه قصه اینه که ملائکه باید شرکت بکنن. اونم همه ملائکه باید شرکت بکنن.
و همه ملائکه باید گوش کنن و یکی از ملائکه از طرف خدا شروع کنه این که خداوند زوج النور من النور، خدا سیدت و نساء العالمین رو به ازدواج کی در آورده؟ به ازدواج علی ابن ابی طالب. شروع میکنه خواندن خطبه بلند و قرائی و همه ملائکه گوش میکنن. وقتی تمام شد فانتشروا، بعد بهشون گفته میشه از الان برید به مقام و مکانهایی که بودید. یک کلمه آخرش واقعا انسان میفهمه که ما کجا و لیاقت بر در خانه فاطمه بودن. فرماید برید بر سر جاهاتون که آنچه دارید از برکت فاطمه است. اگه هر مقامی هر جای بهش دارید از برکت این کسی است که خطبه ازدواجش خونده شد. خب اینم یک جلوه. اینا چند جلوه‌ای بود که برای ازدواج صدیقه طاهره از طرف پروردگار گفته شد. حالا روزی که شب عروسی فاطمه شد، فاطمه زهرا سلام الله علیها تو اتاق وارد شد، پیغمبر امیرالمؤمنین رو این برش نشوند، فاطمه زهرا رو این طرفش نشوند، بعد دستش رو آورد هر دو رو بغل گرفت، هر دو رو به سینه چسبوند و اونجا یه جملاتی فرمود. این جملاتو هیچ شیعه هیچ وقت یادش نمیره و برای این یادش نمیره که اون اتفاقایی که برای فاطمه افتاد انگار پیغمبر داشت میدید، انگار این حرفا بی خود و بی جهت و بی ارتباط با اون مسائل بر زبان پیغمبر جاری نشد. صدا زد یا علی هاذه ودیعت الله، دست فاطمه رو گذاشت تو دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فرمود همه برن بیرون، میخوام یه چیزایی رو به این دوتا بگم، هیچ کی تو اتاق نباشه. خودش بود و فاطمه بود و علی بود. صدا زد، حالا حسابشو بکنید، دست فاطمه دیگه تو دست امیرالمؤمنینه، دست پیغمبرم رو دست هر دوتاشونه. صدا زد یا علی هاذه ودیعت الله، این امانت پروردگاره، امانتیه که من به دست تو میسپرم. یا ابوالحسن، این امانت خدا و رسول است در دست تو. حالا اجازه بدین تا آخرشو بگم. و من حق الامانه، علی جان گفتم امانت منظور داشتم، پیغمبر میگه ها حق امانت این است که به سلامت نگه داشته بشه، خوب ازش محافظت بشه. من از تو میخوام که اینو خوب حفظ کنی و سلامت به صاحبش برگردی. این کلمه رو هیچ چیه ای نباید یادش بره که شب عروسی فاطمه یه همچین مطلبی صادر شده از پیغمبر. یعنی به امیرالمومنین اگه نفرموده بودم حقش همین بود، اما حالا دیگه فرموده که علی جان فاطمه رو به کی بسپرم؟ من از تو بهتر کسی پیدا نکردم، فاطمه رو به تو میسپرم. یه حدیث کوچیک از اصول کافی بگم و ذکر مصیبت مقدمه همین مطلب باشه. موقعی که روزهای آخر پیغمبر بود صدا زد همه برن بیرون، فقط علی بشینه تو اتاق. همه رفتن بیرون، حتی فاطمه نباشه. صدا زد علی جان این جبرئیل اینجا نشسته، به من میگه که تا از دنیا نرفتی از علی باید یه چیزایی رو خدا گفته اقرار بگیری. علی کسیه که ازش اقرار؟ بله. چطور؟ خیلی سخت آخه، یه حرفاییه که به این راحتی انسان نمیتونه تحمل بکنه. خدا گفته که از علی باید اقرار بگیری. یا رسول الله من آمادم، شما کی شده به من امری بکنید و من بگم نه؟ کی شده خدا چیزی بگه من بگم نه؟ علی جان بعد از من حق تو رو غصب میکنن. اسب رویا رسول الله، چشم یا رسول الله، حرف بزرگیه ولی اگه امر و امر خدا و مقدر خداست که باید صبر کنم، من صبر میکنم. علی جان بعد از من مردم بر در خانت میریزن، صبر میکنم یا رسول الله. تا از دهن پیغمبر خارج شد
علی جان جلو چشمت فاطمه رو میزنن. به صورت امیرالمؤمنین افتاد روی زمین. اصول کافی رو نگاه کنید، حدیث عجیبیه. یعنی امیرالمؤمنین میخواست بگه صاحب فکر کرد یعنی چی؟ یعنی من زنده باشم این امانت جلوی من باشه و چه اتفاقی میفته که فاطمه رو جلو من بزنن؟ میشه همچین چیزی؟ هنوز اتفاق نیفتاده، با صورت افتاد روی زمین. پیغمبر کمک کرد، علی سرشو بلند کرد، مثل بارون داره اشک میریزه، اما صدا زد اسب رو یا رسول. خیلی سخته ها، اما باشید صبر میکنه. خب دوتا بازوبند نقره هم که شب عروسی خدا فرستاد، حالا بریم در خانه فاطمه. یه روزایی برای فاطمه که دیگه هم فاطمه زهرا هم اهل خانه از شدت این مصیبت دیگه به خودشون میپیچن. دیدیم چرا؟ وقتی که الا ان ثقلت فکان یمرضها بنفسه علی استصرار بذلک. یعنی یه روزایی بود که در خونه رو قفل کردن، گفتن دیگه مردم بی مردم، نه عیادت کننده خواستیم، نه معترض خواستیم، نه صدای گریه فاطمه اینقدر بلندی که کسی ناراحت بشه بگه باید بری تو بیابون گریه کنی. همه اینا دیگه حل شده، فاطمه افتاده تو بستر نمیتونه بلند شه از جاش. از در رو قفل کنید که کسی نفهمه تو خانه چی میگذره. الاستصرار فرمود خودم پرستاری تو میکنم، خودم زخماتو میبندم، خودم لباس خونین تو آب میکشم میشویم، خودم جای تازیانه ها رو فاطمه جان باید مداوا کنم، کسی دیگه نمیذارم بیاد تو این خانه. وقت الست اصرارن بذالک، نذارید خبرای فاطمه بره بیرونا، نذارید کسی بفهمه فاطمه تو چه حالیه ها. وقت این شعر چقدر حساب شده گفته شده. چو زهرا دست بر دیوار میبرد، قرار از حیدر کرار میبرد. توی خانه مگه میشه چقدر تحمل کرد؟ شما ببینید یه خانومی میخواد از جا بلند شه صدا بزنه فزه من نمیتونم، بیا دست منو بگیر. حسنم به بچه چیزی میشه گفت؟ حسنم حسینم شما بیایید منو کمکم کنید، این بازوی برم کردم نمیاد، اون ظرف آب و یکی بگیره جلو دم. میخواد از جا بلند شه باید دست به دیوار بگیره. این منظره رو علی تا کی باید تحمل کنه؟ چه جوری میشه تحمل کرد؟ وقتی این اتفاق کی افتاده؟ موقعی که علی تو خانه بوده، جلو چشم علی بوده. فرمود فلقد عز ابن ابی طالب. خیلی برای علی سخته، کسی خیال نکنه به علی راحت گذشته که علی تو خانه نشسته باشه یه عده فاسق و فاجر حمله کنن. به کی حمله کنن؟ به خانهش نه، به خودش نه، به حلیلته، به خانومش حمله کنن، به همسرش حمله کنن. فلا یثور الی حلیلته، کاری از دستش نیاد. یه موقعی باشه که کار از کار گذشته برسه بر سر فاطمهش. همچین که از منظره رو از انتهای خونه میدید فوسب علی جان، امیرالمومنین خیال نکنی وایساد این منظره رو نگاه کرد، پرید از جا. یعنی تا نگاهش افتاد که اینا ریختن داخل خانه، علی هم از این ور حرکت کرد. فوسب علی جان آمد بره سراغ دشمن، یه منظره ای رو دید. فالقا ملاعته علیها، اول یه عباش رو از دوشش برداشت انداخت رو فاطمه. ای وای علی جان، بی خود نبود، با صورت افتادی روی زمین، جا داشته. الانم همون حال بهت دست داد. اول فاطمه شو پوشوند، رفت سراغ اون دشمنای خدا، بیرونشون کرد. حالا برگشت، فز تو مواظب خانومت باش تا من بیام. حالا آمد، این عبارت رو دارم میگم، امیرالمؤمنین کنار اون دری که هنوز داشت شعله میکشید نشست روی زمین، سر فاطمهش رو گذاشت تو بغلش، گذاشت رو زانوش، همینطور داره نگاه میکنه. صدا زد فز کمک کن خانومو ببریم داخل خانه، الان این نانجیبا دوباره میان. همونطور هم شد. یه مرتبه دید نانجیبا با 40 نفر حمله کردن، از همون دری که داشت میسوخ آمدن تو خانه، فاطمه رو بردن توی خانه. یه مرتبه چشماشو باز کرد، صدا زد فز علی رو کجا بردن؟
خانم علی رو تناب به گردنش انداختن بردن مسجد. با اون حالی که یه استخوان پهلو شکسته بود از جا بلند شد، با اون حالی که فرمود موقع غسل فاطمه هنوز از جای غلاف شمشیر خون می اومد، با همون حال اینا مگه دروغه؟ مگه تعارف داره؟ اگه این حرف درسته که موقع غسل فاطمه هنوز از پهلوی فاطمه خون می اومد، اون موقعی هم که بلند شد دست به کمربند علی گرفت از پهلوش هنوز داشت خون می چکید، دنبال حیدر می دوید، از سینه‌اش خون می چکید، دستشو انداخت به کمربند امیرالمؤمنین. این 40 نفر نه با دستشون تناب به گردن علی انداختن، دارن میکشن که علی رو از خانه ببرن بیرون. این دست فاطمه نمیگذاره، هر کاری میکنن نمیتونن فاطمه رو ببرن بیرون. یه مرتبه صدا زد بزن قنفذ، که صدا زد فاطمه است، صدا زد و این فاطمه باشه بزن. از قول امام صادق عرض بکنم، آقا امام صادق هر وقت نام مادرشون فاطمه پیش می اومد منقلب می شد، فرمود و ماتت هی نماتت و ان نفی از اوده ها که مثل دوم لوجی. یعنی های مردم فکر کنید من چی دارم میگم. میگم یه ضربه رو یه روز زدن، 95 روز بعد هنوز سیاه نه ورم کرده بود، جاش سیاه خالی نبود، مثل بازوبند بود. چطور میشه یه همچین چیزی؟ چنان با تازیانه زد بر بازوی فاطمه، حتی لواها علا ازده ها. یعنی این تازیانه پیچید دور بازوی فاطمه. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ توی یه لحظه دست فاطمه که جدا شد، نه فاطمه بیهوش روی زمین افتاد. خدا این تازیانه چه کرد با فاطمه، که غلاف شمشیرم نکرد، که اون سیلی هم به این شدت نبود. فاطمه افتاد دیگه علی رو بردم. خیلی نگذشت دوباره به هوش اومد، صدا زد فز علی رو بردن، دوباره بلند شد با همون حال دوباره. من میگم ببین استخوان شکسته رو نمیشه تحمل کرده، یه دست به پهلو گرفته، با این حال خودش رو به مسجد رسونده، صدا زد آی مردم اگه رها نکنید علی رو، پیراهن پیغمبر رو رو سرم میگذارم، نفرینتون میکنم. یه کلمه هست واقعا ما رو خار کرده، صدا زد آی مردم اون موقع میفهمید من از بچه ناقه صالح کمتر نیستم، اگه دعا کنم خدا دعامو قبول میکنه، خدایی که برای بچه ناقه صالح اون عذاب و فرستاد، اگه فاطمه دست به دعا بلند کنه چی میشه؟ بریم کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله. تو کربلا یه نگاهی کرد، صدا زد حسین من تو شاهد باش، بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسی، زهرا نبوسید، هیدر نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ابعث ثواب هذا المجلس الى روح امواتنا وخاصه
المرحوم الانصاری رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.